Sangam bale man, giriya gar kunat bar jo. Sangam bale man, be tu zindam yaane, mar ke be ajal daram, mar ke be ajal daram. Ghazal chashm, na, na. Imshab chashm ghazal giriya mikunat. آری، چشم غزل نیکزاد گریه می کند که قلب نواخانش آرام گرفته و دیگر نمی تپد. چشم غزل بی نور شده و دیوانوار بر سر و صورت نیکزادش بوسه وداع می کشد که دیگر ترکش کرده است. باغچه پر احساس موسیقی گل دل نواز غزل سرایش را از دست داد و این بار مرگ در زندگی اکبر نیکزاد این هنر آشنای من را دقل باب کرد و در نخستین دیدار عاشقش شد. مرگ بقای اکبر نیکزاد را بر این دنیای نادار مصلحت ندید و بی آن که به عاشقان دنیایش فکر کند رخت سفر ابدیش را بربست و با خودش برد. نقل می شود در دوران که اکبر نیکزاد در رحم مادرش بوده، ملنگ برای طلب صدقه به در خانه ایشان می آید. مرد مسن و نورانی بعد از دریافت صدقه به خواهر نیکزاد می گوید در رحم مادرت طفل است که فرداها مرد با سخاوت، کامیاب و بلند رتبه خواهد شد که شهرتش ورد زبان ها خواهد بود. نام او را اکبر بگذارید. این خاطره ای است که همه را متعجب می سازد. اکبر نیکزاد در سال 1345 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و گویی که خدایش برای مرهم گذاری به دلهای عاشق به معنا آفریده بود و این نظر به طبع عاشقش و به تشویق مامایش زندیات محمد ابراهیم لطفی رئیس کابل فلز پا به دنیای موسیقی گذاشت و در این راه پله های بلند هنر را پیمود و موسیقی شد. جا دارد که ما امروز از محترم انجینیر صاحب لطفی که مامای محترم ما هستند که اونا مرا در زمینه موسیقی به نهایت تشویق کردن در هر عرصه قدم به قدم از هر لحاظ مرا همراهی کردن و من مدیون احسانشان تا الحال هستم. همه افتخاراتی که من فعلا دارم فقط مدیون احسان از مونا است. اکبر نیکزاد فارغ تحصیل پوهنځی هنر و ادبیات پوهنتون کابل بود که آهنگهایش درد دلهای خسته را بیرون می کرد و درس از عرفان و معنویت می داد. او لقب شمع موسیقی را در دنیای هنر کسب کرده و مدتها بر دل و روان عاشقان صدا و نوایش نه حکومت بلکه آشنایی و عاشقانگی کرد. وی از سخاوتمندان استاد فقید قندی آقا و نقل مجالس عرس بیدل بود. من افتخار شاگردی قندی آقا را داشتم در بخش بیدل شناسی و بدلخانی. نیکزاد با جواب سوال میزبان برنامه توتی باز سمیر رسولی از تلویزیون توتی خودش را چنین تعریف میکند. در یک جمله اگر بگین که اکبر نیکزاد کی است؟ اکبر نیکزاد یک آوازخوان فقیر. شما زنده باشین. زنده باشین. اکبر نیکزاد از غزل سرایانه بود که سبک به خصوص و صدای منحصر به خودش را داشته و در سالهای 1360 تا 1370 در اوج شهرت و فعالیت‌های هنری خود قرار داشت که تا هنوز چون شمع تابناک می درخشید. گر به چشم ما نمی دوشید
سن اگر آتش نمی شد خامی ماندیم و نارسیده باده در جامی ماندیم و آنقدر مستم که گرز چشمم شد آبا از دلی پر از ردم دو دیکھ باید لطفی یار جان شد کم 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 سینه به نالت سگم کم کم لطفی یار جان شد کم 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 سینه به نالت سگم کم کم. اکبر نیکزاد ازدواج کرده که ثمره ازدواجشان دو فرزند، یک پسر و یک دختر است. نیکزاد برادر 6 خواهر و 4 برادر است که پدر، مادر و دو برادرشان را در سالهای پسین یکی پی دیگر از دست دادند و این بار پیکر بیجان عزیزشان اکبر را به خانه ابدیش مشایعت می کنند. اکبر نیکزاد در حدود 165 آهنگ صوتی و تصویری دارد که بیشتر آن غزل‌هایی هستند که در دل گوش هنردوستانش نقش بسته و ماندگار شده اند. ما هنر همیشه با مسابه هنر پذیرفتیم، نه با مسابه شهرتش، نه با مسابه تجارتش. و اما ماندگاری خودش دیگر فنا شده و تنها یاد و خاطراتش در نهاد دوستدارانش برای همیش باقی خواهد ماند. اکبر نیکزاد مدت کمتر از 1 ماه با بیماری کرونا مجادله کرد و در نهایت تا به این درد جانکاه را نیاورد و دنیا را شاید با هزاران آرزوی ناتمامش بدرود گفت. ای خاک تیره دلبر ما را عزیز دار، این نور چشم ماست که در بر گرفته ای. بی تو زنده ام یعنی مرگ بی اجل دارم، مرگ بی اجل دارم، مای پرستی جانم.